بینندگان گرامی خدمت شما مجددا سلام عرض می کنم با درسی دیگه در مطالعه رساله به رومیان ما چندین جلسه رو با هم مطالعه کردیم سیزده جلسه گذشته مطالعه قسمت اول رومیان بود یعنی از این دو کتابی که تیم کلر نوشته ما سعی کردیم جلد اول رو مطالعه بکنیم که هفت باب اول بود و از این جلسه جلسه چهاردهم وارد کتاب دوم میشیم که از باب های هشت الا باب شونزده رساله به رومیان هست در این جلسه چهاردهم از باب هشتم سیزده آیه اول رو مطالعه میکنیم و عنوان درسمون در این جلسه این هست جنگیدن با گناه با یاری روح القدس جنگیدن با گناه با یاری روح القدس پس دلمونو بسپاریم به کلام زنده خداوند رومیان فصل هشتم از آیه, ای از آیه یک الى آخر آیه سیزده رو با هم گوش میدیم پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید زیرا چه از شریعت محال بود چون که به سبب جسم ضعیف بود خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می‌کنیم زیرا که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر می کنند و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح از آن جهت که تفکر جسم موت است لکن تفکر روح حیات و سلامتی است زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند زیرا نمی تواند هم بکند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست و اگر مسیح در شماست جسم به سبب گناه مرده است و اما روح به سبب عدالت حیات است و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است بنابراین ای برادران مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد لاکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست در حالت کلی کتاب رومیان نه فقط انجیل رو پیغام انجیل رو به نیرومندترین روش شرح میده بلکه نحوی عمل کردش رو در زندگیمون هم بیان میکنه هفت فصل اول رومیان حقایق بینظیر انجیل رو تشریح کرد عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان رو یگانگی و اتحادمون رو با مسیح و همچنین نجات ما که فقط و فقط از طریق مسیح به واسطه ایمان و نه از اعمال الان که وارد قسمت دوم رومیان میشیم از فصل هشتم به بعد در این چندین فصل پولس اون پرسشی رو که در فصلهای پنج تا هفت شروع کرده بود داره جواب میده و پرسش این بود ایمان به انجیل چطور میتونه زندگی واقعی منو در عمل دگرگون بکنه همونطور که خدمت شما من عرض کردم کلیسای روم جماعتی بود که پولس باهاش آشنایی حضوری نداشت اونها رو ندیده بود اما کلیسایی بود متشکل از نوع که یهودی تبار و غیر یهودی بودن اما نابالغ و این افراد وقتی پولس داره به اونها در درک پولس اینه اونچه که اونها بهش نیاز دارن نیاز مبرم دارن اینه که انجیل رو درک کنند و نه فقط درک بکنن یک درک عقلانی داشته باشن بلکه بفهمن که این آرزوی پولس بود بفهمن که انجیل رو باید عاشقانه دوست داشته باشن چون انجیل چیزیه که زندگی اونها رو عوض خواهد کرد رومیان فصل های 8 تا 16 رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد که هر قسمت با این کلمه شروع میشه پس لحاظا در رومیان 8 این کلمه به کار برده شده پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح ایسان این باب 8, 9, 10 و 11 چکیده ای از زیر اطمینان شخص مسیحی به خاطر کاری که پسرش پسر خدا بر روی صلیب کرده و نجاتی که حاصل برگزیدگی خود خدا بوده در قسمت دوم که از فصل شماره دوازده شروع میشه تا آخر این رساله ما میبینیم باز این کلمه استفاده شده لحاظا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم در واقع قسمت دوم مطالعمون در رومیان 8 تا 16 چکیده ای از کل زندگی مسیحی در عمل در رومیان باب هفت پولس به ما نشون داد که ما مسیحیانی هستیم با گناهی که هنوز در وجودمون حضور داره سکونت داره و ما باش دست و پنجه نرم میکنیم و متاسفانه کاری رو که ازش نفرت داریم به جا میاریم و در این حال پولس رسول این رو گفت که چون ما ایمانداران به مسیح هستیم نجات پیدا کردیم یک انقلابی درون ما رخ داده و باعث شده که یک انزجار واقعی از گناه درون ما جا بگیره طوری که اگر کاری انجام میشه به هر حال نفرتی ازش داریم این کار خداوند در زندگی ما ما رو از دو مکتب دو نگه میداره شریعتگرایی بیبندوباری شریعتگرایی میگه مسیح هستیم ما اصلا گناه نمی کنیم. ما نباید گناه کنیم با گناه هیچ جنگ و جدالی نداریم مکتب بیبند و میگه ما مسیح ها مثل همه آدم های دیگه هستیم ضعیف هستیم گناه درمون ساکنه نمیذاره ما مقدس زندگی کنیم پس هر چی که از بذار باشه تا زمانی که زندگی بر حسب روح رو در رومیان بابه 8 آیه چهار فرا نگیریم موقعیت تازه ای ما یعنی آن موجود موجودیت دوگانه ای ما یا موجودیتی با طبیعت دوگانه ای که داریم عملا به پریشانی منجر میشه و همیشه خودمون رو درگیر این میبینیم که کارهایی داریم میکنیم که ازشون نفرت داریم مراجعه کنیم به رومیان باب هشتم پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند پولس قبل از اینکه بگه چطور میشه بر حسب روح رفتار کرد نشون میده که در ما درون ما چه اتفاقی افتاده نشون میده که چطور پسر خدا به ما زندگی بخشیده پس پولس میگه هیچ قصاص نیست پولس داره اشاره میکنه به دو فصل پیشین و همچنین به رومیان فصل 3 آیات 21 تا 27 از آنجا که فرد مسیحی هنوز گناه در وجودش قدرت داره اون رو از پادر بیاره و در زم خود حقیقی درونش یعنی آن چیزی که شریعت خدا رو بندگی میکنه پس میتونه انتظار رهایی از جسم این مود به وساطت خداوند ما ایسای مسیح رو داشته باشه میتونه هیچ قصاص نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ محکومیت نیست برای آنانی که در مسیح ایسا هستند این موقعیت مسیحی رو نشون میده یک شخص مسیحی محکوم نبودن یک اصطلاح قانونی حقوقیه به معنای آزاد بودن از هر دین یا مجازات یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه اتهامی بر شما وارد کنه کسی که در مسیح دیگه تحت محکومیت خدا نیست معنیش اینه که خدا هیچ اتهامی بهش نمیزنه هیچ خطایی درش نمیبینه و موردی وجود نداره که اون رو به خاطرش مجازات کنه عبارتی که پولس اینجا به کار میگیره صرفا این نیست که مسیحیان محکوم نمیشن نه میگه محکومیت برای ما اصلا وجود نداره اینطور نیست که از محکومیت بیرون اومده باشیم و احتمال داره برگردیم بیفتیم بازم محکوم بشیم بازم دربیایم نه برای ما اصلا محکومیت وجود نداره حتی در آینده هم قرار نیست محکومیت قصاص به سراغ ما بیاد خیلی بر این باور هستن که ما گناه میکنیم ما بر میگردیم ما توبه میکنیم ما محکوم میشیم ما آزاد میشیم بعد با گناه کردن ما بازم محکوم میشیم بعد باید اعتراف کنیم تا از محکومیت آزاد بشیم هاشا خیر یک بار برای همیشه از محکومیت آزاد شدیم چون خون عیسی مسیح که بر روی صلیب ریخته شد آنقدر قدرت داره که یک بار برای همیشه ما از قصاص آزاد بشیم پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستن اگر فراموش کنیم که واقعا هیچ قصاص نیست از یک طرف بیش از اون که لازمه احساس گناه و تقصیر و بلیاقتی و رنج خواهیم کرد و از طرف دیگه انگیزه برای مقدس زیستن نخواهیم داشت مارتین لوید جونز اینطور می فرق میان بی ایمانی که گناه می کند با مسیحی که مرتکب گناه می شود به این میمونه میگه همانند فرق میان مردیه که قوانین کشوری رو نقض کرده و از طرف دیگه یه شوهری که در رابطهش با همسر خودش مرتکب خطایی شده که نبایستی میشد این شوهر هیچ قانونی رو نقض نکرده اما دلش همسرش شکسته این دو با هم فرق میکنن دیگه پای قانون پای نقض قانون و مسائل حقوقی در بین نیست مسئله به روابط شخصی و محبت برمیگرده مرد با شکستن دل همسرش از درجه شوهری به لحاظ حقوقی ساقط نشده اما دلش شکسته رابطه صدمه دیده و مارتین روی جونز منظورش اینه که ما در رابطمون با خدا وقتی گناه، به گناه میافتیم ما محکوم نمیشیم دفعه دوم ما اون رابطه شیرین رو خدشه دار کردیم که باعثی اعتراف بشه و توبه بشه نه فقط هیچ قصاص نیست بلکه در آیه دو جنبه دوم پیروزی خدا بر گناه رو شرح میده چی میگه؟ میگه اکنون دیگر اصارت گناه وجود ندارد شریعت روح حیات در مسیح عیسی یعنی به واسطه ایمان به او مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید روح القدس ما را از درون از اسارت گناه آزاد میکنه پس آیه یک داره میگه از محکومیت حقوقی گناه رهانیده شده ایم به واسطه ای مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب آیه دو میگه عملا از قدرت گناه آزاد شدیم به واسطه کار روح القدس درون زندگی خودمون به بیان دیگه نجات هم جرم حقوقی رو برطرف کرده و هم تباهی درونی ما رو خدا چطور این کارو کرد؟ پسرش رو فرستاد در جسم تا بر روی صلیب گناه بشه متعمل گناه ما بشه یعنی مسیح با پرداخت دین دین ما جرم ما به لحاظ حقوقی گناه رو مغلوب کرد هیچ قصاص نیست دیگه برای شما دوم اینکه خدا با این کار خودش به مقلوب کردن این حقوقی گناه بسنده نکرد بلکه عملا گناه رو از زندگی ما پاک ساخت دقت کنید تا عدالت شریعت کامل گردد در ماهایی که مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می این کاری روح القدس در درون ماست تا ما رو نه فقط عطا بکنه که از اون شریعتی که نمیتونست ما رو نجات بده آزاد بشیم اما الان با اون شریعتی که میخواهیم اطاعت کنیم تا خدا رو خوششون سازیم ما رو در این موقعیت قرار میده جان ستات میگه ما به منظور پذیرفته شدن از قید شریعت آزاد میشیم ما نمیتونیم از شریعت استفاده کنیم تا مورد پذیرش خدا قرار بگیریم اما برای تقدس مکلف به حفظ آن هستیم یعنی به منظور عادل شمرده شدگی ما دیگه در بند شریعت اصیل نیستیم اما از نقطه نظر معیار رفتار و زندگی هنوز مقید به رعایت شریعت هستیم و برای رفتار کردن بر حسب رو باید سعی کنیم شریعت را تحقق بخشیم پولوس داره توضیح میده در رابطه با عملکرد روح قدوس در زندگی ماها به طور عملی تفکر مهمه پولس داره روی نکته دوم مزیت دوم بزرگ در مسیح بودن یعنی قلب بر گناه در زندگیمون تمرکز میکنه ما برای تغییر واقعی در زندگیمون نمیتونیم روی تلاشای خودمون تکه کنیم بلکه باید فقط و فقط روی کار روح قدوس بسنده کنیم چطور با روح بر گناه ما پیروز میشیم وقتی بر حسب روح زندگی کنیم وقتی بر حسب روح زندگی کنیم آن هم طوری که موافق با انسانیت باطنیمون باشه کسانی که چنین میکنند افرادی هستند که در چیزهای روح تفکر میکنند یعنی چی آنانی که بر حسب جسم زندگی میکنند افکار جسمانی دارند آنانی که بر حسب روح زندگی میکنند افکاری روحانی دارند یعنی فکرتون رو روی هر چیز که متمرکز بکنید شیوه زندگی و شخصیت شما رو شکل خواهد داد تفکر کردن یعنی چی؟ یعنی متمرکز شدن روی چیزی که مشغولیت ذهنی شماست و شکل دهنده همه چیز در زندگی شماست اینطور بگم زمانی که نه کار داری نه تکلیف داری نه برنامه داری هیچی نداری شاید یه لیوان چای دستته و میخوای در طبیعت بشینی لذت ببری از هوای خوب زمانی که ذهنتون مشغول هیچ چیزی نیست و در آسودگی خیال و حالت طبیعی به سر میبرید به چی دارید فکر میکنید اون چیز که دارید شما در اون لحظه بهش فکر میکنید در واقع برای همون دارید زندگی میکنید اون داره زندگی شما رو شکل میده. ذهنتون رو اون اشغال کرده. غلبه بر گناه با فکر ما آغاز میشه. پیروزی بر گناه نتیجه تمرکز نمودن ذهن بر روح القدس و کارهای روح القدس و بس. روح القدس چه ها میکنه که من روش متمرکز بشم و تمرکز من بر روح القدس منو تقدیس بکنه. در آیه 14 میگه همه کسانی که از روی خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند کار روح القدس چیه اینجا هدایت فرزندان خدا آیه 15 و 16 روح ترس از رد شدن رو برطرف میکنه و مطمئن میکنه که فرزندان هستیم کار روح القدس چیه اطمینان میبخشه من فرزند خدا هستم آیه های 26 و 27 روح قدوس به ما اعتماد به نفس میده تا در دعا به خدا نزدیک بشیم. به عبارت دیگه کار روح اینه در مسیح فرزند خوانده هستیم، در مسیح محبوب هستیم، در مسیح مقبول هستیم. کولوسیان باب 3 آیات یک تا 14 یک چونین چیز رو داره تکرار میکنه. پس چون با مسیح برخیزانیده شدید آنچه که در بالاست به طلبید در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است باید به یاد داشته باشیم که ما با مسیح برخیزانیده شدیم پدر ما رو پذیرفته پس باید فکرمون رو مشغول چیزهایی بکنیم که شایسته جایگاهمون در مسیحه باید محبت و پذیرش او رو در ذهن و فکرمون فرو ببریم تفکر کردن در چیزهای روح یعنی اینکه هرگز جایگاه ممتازمون رو یا این واقعیت رو که من محبوب پدر هستم فراموش نکنیم و اجازه بدیم که این حقیقت روی اندیشه دیدگاه و به طب روی کردار ما چیره بشه هر کس واقعا به چیزی فکر میکنه ما یا به چیزهای روحان روح فکر میکنیم یا به امور طبیعت گناه آلود یادتونه پتروس زمانی که عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت کرد پتروس اومد و مسیح رو توبیخ کرد با فریاد که نه ممکن نیست چنین بشه و مسیح بهش گفت دور شو از منه شیطان زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی یک مشغولیت فکری هست که منجر به مرگ میشه یک مشغولیت فکری هست که منجر به حیات و سلامتی میشه زمانی که من اونقدر نگران چیزی باشم که منو فلج کنه پس از یاد بردم چیزهای روح رو تفکر جسم رو خیلی جدی بگیرید چون تفکر جسم دشمنی با خداست و این دشمنی نمیگذاره که ما خدا رو خشنود کنیم چرا؟ آیه هشت کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خشنود سازند کسی که توسط جسمش کنترل میشه میتونه به چیزهای خوب فکر کنه میتونه کارهای خوبی هم بکنه اما در نهایت نمیتونه خدا رو خشنود بکنه اما لازم نیست من و شما اونطور زندگی کنیم از اونجایی که روح خدا در همه کسانی که از آن مسیح هستند مال مسیح زندگی میکنه هر مسیحی تحت کنترل روح القدس قرار داره نه تحت کنترل طبیعت گناه آلودش در اندیشه یونانی جز ماهیتی بد و پلید داشت و میخواستن ازش راحت بشن امیدوار بودن روزی اونو پشت سر خواهند گذاشت اما در اندیشه یک تا مقدسی و ایمان مسیحی روزی خواهد رسید که حتی بدنهای ما به کلی تازه خواهند شد و با روح تا به ابد خواهند زیست یک روز هر دوی اونها هم روح و هم جسم کامل خواهند شد اما در حال حاضر این کشمکش است در حال حاضر طبیعت گنالوت هنوز در درون ما ساکنه این دشمنی این مخالفت داره رشد میکنه و ما باید یاد بگیریم بکشیم امیال جسم رو در آیه 13 میگه اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید سیست این فرایند بکشید کشتن همون چیزی که الهیدانان قدیم براش اصطلاح میراندن رو استفاده کردن مرتفیکیشن میراندن این اصطلاح در واقع داره میگه اگر به وسیله روح اعمال بدن را بمیرانید همانا خواهید سیست در رابطه با این ماهیت میراندن کشتن افعال جسم آیه های دوازده و سیزده چیزهای جالبی به ما میگن اولا که میگن این کار معنیش اینه استادگی بی امان و راسخ در برابر اعمال گناهالوت یعنی رد کردن کامل هر چیزی که میدونیم اشتباهه یعنی سازش نکردن اعلام جنگ کردن بدون اینکه که بهش مجال بدی بره نفس تازه کنه تجدید قوا کنه چیزی رو اسیر بگیره باید همه رو از دم تیق بگذرونه این میراندنه این کشتن افعال بدنه و باید ما اینو فرموش نکنیم این یک جنگه این آیه ها 12 و سیزده در مرحله دوم داره میگه این میراندن این کشتن افعال بدن به معنای تغییر در انگیزه برای ارتکاب گناهه انگیزه باید عوض بشه در واقع حرف پولس اینه که اگر خودمون رو دائم در معرض محبت خدا قرار بدیم محبت غیر قابل وصف مسیح قرار بدیم چاره نداریم جز اینکه با گناه مخالفت کنیم اون رو ریشه کم بکنیم این قرار گرفتن در معرض محبت مسیح موجی از قدر شناسی و احساس دین در ما ایجاد میکنه ما باید یاد بگیریم که وقتی که مواجه میشیم با این افعال بدن که ما رو به گناه داره میکشونه باید یاد بگیریم به خودمون موعظه بکنیم موعظه های کوتاه موعظه‌ای که به ما یادآوری میکنه خدا در پسرش به خاطر ما چه کار کرد روح القدس در زندگی ما داره چه ها میکنه و فکر ما باید معطوف بشه به آنچه خدا خدای پدر خدای پسر و خدای روح القدس برای ما و در ما داره انجام میده وقتی فکر ما مشغول اون باشه ما خودمون رو خواهیم دید در موقعیتی که استادیم خیلی محکم و داریم افعال بدن رو میکشیم ما در امر میراندن آنها خود را فعال میبینیم این بکشید زیر از در چیزهای روح تفکر کنید از طریق تمرکز بر نجات مسیح قدرت گناه بر شما رو میخوش کند و دلتان را با قدر شناسی و محبت نرم میکنه خلاصه کلام اینه ما زمانی در روح گناه رو میکشیم که بدون هیچ حس ترحمه به رفتارهای گناه آلود پشت بکنیم با حس دین نسبت به محبت و فیض خدا دلهامون رو از هر انگیزه بدی گناه آلودی بزداییم و این کار رو ما با تفکر در روح انجام میدیم بله عزیزان ما در مبارزه هستیم ولی با قوت خودمون نمی جنگیم بلکه چیزی دیگه ای در جریانه پس این عزیزان وقتی که ما میفتیم در موقعیت هایی که داریم وسوسه میشیم تا به گناه بیفتیم پیغام کلام خدا چی هست؟ برای خودت موعظه بکن موعظاتی از کلام تمرکز کن بر آنچه که خدای پدر برات کرده خدای پسر بر روی صلیب کرده و خدای روح قدوس در زندگی داره میکنه کرده و خواهد کرد و من ایمان دارم که اینها ذهن ما رو تمیز میکنه تا ما افکارمون در روح باشه و نه در جسم شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه آینده خدا همراه شما